ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. چند شبی در خدمت عزیزان هستیم. موضوعی که ما آغاز کردیم شمه ای از تحلیل واقع عاشورا که انشاءالله بتونیم توشه ای از
رویان عاشورا بگیریم و این توشه آخرت ما باشه. همانطوری که ما عرض کردیم گذشته ما به حال ما و آینده ما وابسته است و به عبارت دیگر حال ما و آینده ما وابسته به گذشته ما است. برای تحلیل هر واقعی باید از تحریفات اون واقعه به دور باشیم و عوامل و عللی که موجب بروز اون واقعه شده است درست تحلیل کنیم تا بتونیم درسی از اون واقعه بگیریم. معمولاً اکثر واقعات تاریخی دچار تحلیل شده است و این سرشت انسان است که هر چیزی را که وفق مرادش باشد به همون جور تحلیل می کند و حتی یک حرف کوچیکی زده بشود یا یک جمله ای گفته بشود بعد از چند روز میبینیم اون جمله دچار تحریف میشود. و اگر چیزهای روزمرهمون، چیزهای عادیمون اگر دچار تحریف شد خیلی شاید به زندگیمون یا به جوامع ما اثری نداشته باشد، ولی اگر حرفهای شخصیت بزرگ باشه یا واقعی که اثرات بر اون مترتب باشه اگر تحریف بشه یا احیانا شخصیت ها موجب تحریف بشوند، این تأثیرش خیلی بیشتر از این حرف هاست. اتفاقا اکثر واقعاتی که در تاریخ ما میبینیم روایات متعددی از واقعات نقل شده و در آوردن درست و واقعیاتی که اتفاق افتاده از اون متون متعدد کار سختی است و هرچند محققین سعی کردن که واقعیات را از تحریفات جدا سازند و بهترین چیزی که می شود به اون واقعیات نزدیک باشد اون را انتخاب کنند، ولی در عین حال ما می بینیم نمیتونیم یه حرف قاطع در مورد اون واقعات تاریخی ما بگیریم یا نتیجه واقعی که باید اخذ شود ما بگیریم. این خیلی سخت است. تاریخ انبیا رو ببینیم، در قرآن مجید فقط ما 25 نام از انبیا داریم، در حالی که روایت متعددی ما داریم که 124,000 انبیا از طرف خداوند مبعوث شدند برای هدایت بشریت در جوامع مختلف در زمانهای مختلف. 124,000 انبیا مبعوث شدند. ما در قرآن فقط 25 نام داریم و اونم بر یکی از نامها اختلاف است. در مورد حضرت لقمان اختلاف است که ایشون پیامبر بوده یا فرد عادی بوده که خداوند به خاطر ایمانش و به خاطر عمل نیکش اینقدر از او تمجید میکند که سوره‌ای به نام او نازل میکند. سوره لقمان ما یک سوره مستقل داریم که حرفایی که جناب لقمان در اون زمان زدن همون حرفا در عین همون الفاظ نقل شده در قرآن. خودش یک اعزاز بزرگی است که حرفای یک نفر نقل بشه در قرآن، این چیز بزرگی است و این اهمیت اون فرد را میرساند. اگر ما بپذیریم که جناب لقمان پیامبر نبودن، این یک بحث خیلی اساسی را در پیش ما می آید که یک فرد عادی که مبعوث
به پیامبر هم نشده، اینقدر میتونه بزرگ باشه که خداوند متعال حرفاش در قرآن نقل بکنه و این برای ما اعتمادی را ایجاد میکنه در خود ما که ما هم میتونیم به جایی برسیم که خداوند حرفای ما را نقل بکنه. حتی ما روایتی داریم که اولین جمله سوره حمد که سوره حمد معادل همه قرآن گفته شده است، یک جا اگر ما یک طرف ما کل قرآن را داشته باشیم و یک طرف خود سوره حمد و سکل سوره حمد بیشتر از و بقیه آیات قرآن است، بقیه سوره قرآن است. حتی گفته شده است که وقتی امام علی علیه السلام نشستن تفسیر کنند قرآن را، ابتدای شب بود شروع کردن، ابن عباس که معروف ترین مفسر قرآن است و بهترین شاگرد امام علی است، ایشون هم شرمنده اون درس بود، امام هم تفسیر کننده قرآن بودن و شروع کردن به تفسیر و این کل شب گذشت و نزدیک اذان صبح شد و هنوز تفسیر آیه بسم الله الرحمن الرحیم تمام نشده بود و ایشون هنوز تفسیر میکردن، مطالب می آمد و ایشون هم میگفتن، بیان میکردن، ابن عباس هم ضبط میکرد و آخرش امام فرمودن که خلاصه کلام این است که کل قرآن جمع شده است در سوره حمد و کل سوره حمد جمع شده است در آیه بسم الله الرحمن الرحیم و کل آیه جمع شده است در بای بسم الله و بای بسم الله جمع شده است در نقطه بای بسم الله و آخرش امام فرمود که این ابن عباس این را باید بدونی که نقطه بای بسم الله این من هم. یعنی اگر قرآن را جمع کنی میتونی در شخصیت امام علی بیابی و اگر شخصیت امام علی را تفسیر کنی میتونی در آیات قرآن بیابی. این چیز واقعی است. الان اون وقت گفت نقطه، این یعنی نقطه، یعنی خیلی معنای اون وقت شاید مردم نمی‌فهمیدن نقطه یعنی چی. الان که عصر کامپیوتر است همه میتونن بفهمن، بدون دات شما نمیتونید چیزی تصور بکنید در اینترنت، بدون دات یعنی نقطه، از همه چیز از نقطه آغاز میشه و از نقطه ختم میشه، حتی روشن شدن و خاموش شدن کامپیوتر همون صفر و یک همون نقطه است. و این رو ما باید خیلی هر چه زمان بگذره بر فضیلت ائمه معصومین ما، بر فضیلت قرآن، بر حقانیت قرآن، خود این ساینس، خود این علوم دلیل میشه، دلیل محکم میشه. اگر ما بیشتر ما میبینیم که اون اصول علوم، اصول ساینس کشف میشه، بیشتر به حقانیت قرآن، بیشتر به حقانیت اهل بیت علیهم السلام ما پی میبریم. و این خودش باب مفصل است که دانشمندان ما روی این بحث ها کار کردن و کتاب ها نوشته شده که حتی در هر علمی که شما انگوش میگذارید آیات قرآن اگر در بیارید در همون مورد، در همون علوم میبینید که اون اصولی که خداوند متعال معین فرموده این اصول درخشنده تر و روشنتر میشد هر چه زمان بگذارد. حتی یک روایتی هست که امام علی علیه السلام یک دفعه فرمودن در یکی از خطبه ها فرمودن که از من بپرسید، سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید که قبل از این که من از میان شما رخصت بیابم برم از میان شما، از من سوال کنید، سوال کنید علوم را، هر چی میخواید سوال کنید، من راه های آسمان را بیشتر از راه های زمین میدونم. علم امامت، علم به خصوص امام علی علیه السلام، این ظرفیتش اینقدر بزرگ بود که مردم اون زمان متحمل نشدن، یعنی تحملشون برایشون سخت بود که امامت را در میان خودشون تحمل کنن. به این خاطر بعضی از بزرگان گفتن که بعضی از شخصیت های بزرگ برای زمان خودشون متولد نشدن و ما میبینیم حتی در خود این هند در پاکستان این علامه اقبال بود، خیلی داد میزد، هی حرفایی میگفت که مردم نمیفهمید اون زمان. الان کم کم ما میفهمیم که علامه اقبال چیزهایی که میگفت الان داره روشن میشه. حتی اون پیشبینی انقلاب ایران هم انجام داده اون زمان، یعنی حدود
30 سال پیش ایشون گفته در یکی از سروده هاش که ای جوانان عجم جان من و جان شما، ایشون یه سروده ای داره، در اون سرود گفته که من دارم میبینم که از تهران شده جنیوا، جنیوای عالم مشرق، این را گفته ایشون. یعنی اون دیدشون اینقدر بالاست که حتی میتونن فورکست کنن که بعد از 20 سال، بعد از 30 سال چه اتفاقی داره میفته. حتی شما حرفای شهید مرتضی مطهری را میتونید بفهمید. حالا 40 سال پیش گفته این حرفای را، 30 سال پیش یا 45 سال پیش حرفای خرمانی کرده، به صورت کتاب در آمده و الان ما میبینیم مثل اینکه برای جامعه فعلی داره ایشون داره حرف میزنه. حتی مشکلاتی که ما الان داره مواجه میشیم میتونیم از اون کتاب راه حل اون مشکلات رو پیدا کنیم. یعنی کلن اصولاً افرادی که نابغه هستن در جوامعی، حتی در خود اون افراد نخبگان اون زمان هم نمیتونن اونا را درک کنن. یعنی اینقدر بالا هستن، چه رسد به ائمه ما. حالا 1400 سال گذشته، نمیتونیم ما شخصیت امامانی را هنوز که هنوز یعنی به تمامه پی ببریم. ایشون اون زمان گفته که من میتونم به شما راهنمایی کنم که چگونه شما با همین آبها میتونید خونه هایتون رو روشن نگه دارید. یعنی شاید میخواد بگه که میتونید شما هیدروالکتریسیتی رو با همین آب میتونید پیدا کنید، میتونید جریان به الکتریسیتی رو به جریان بیاندازید. ولی کسی ظرفی نبود که از ایشون سوال بکنه چگونه باید این کار انجام بشه و اون فرمول ها رو بگیره و بیاد پیاده کنه منشاء خدمات بزرگی برای بشریت بشه. متاسفانه ما علومی که مسلمین گذشته، اون مسلمینی که ما لیست تهریستی از اون فهرست طولانی هم داریم اتفاقا، اونا ابتدا خیلی کار کردن. حتی همین ابن سینا ما که متاسفانه غرب اون رو ابن سینا میگه، یعنی اسمش هم تعریف میکنه که نباید این اصطلاحی کننده اسم مسلمان باشه یا مسلمان ایرانی باشه، اینا رو عوض کردن. شما یک نفری که تازه وارد تو این چیز مالی ها و از فرهنگ اسلامی خبر نداره، وقتی که میشنم میخونه کتاب ها، نمیتونه بفهمه که این مسلمان بوده، دانشمند مسلمان بوده. اونم میگن که فادر اف مدیسینه، این پدر پزشکیه، علم پزشکیه، ولی اسمش رو تعریف میکنن ابن سینا. گاهی مینویسن که ایشون عرب بوده. چقدر تعریف میکنن، حتی الجبرا. ببینید جابر ابن حیان بوده موجود این الجبرا، خود اصلا اسمش عوض میکنن که نتونن نسل بعد این رو بفهمیم. ولی ما نباید به گذشته ما فقط افتخار کنیم و بسنده کنیم. من منظورم این نیست که ما فقط به گذشته ما افتخار کنیم و بسنده کنیم. بهمین ما باید سعی کنیم که در زمان خودمون پیشتاز باشیم. این حرف جداست، ما نباید از زمان خودمون عقب باشیم. اسلام اصولا شعارش، یکی از شعار بنیادین اسلام، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. یعنی هر کی مسلمان بشه نباید گدا باشه، نباید عقب مونده باشه، نباید فقیر باشه، نباید از نظر تکنولوژی عقب مونده باشه. از هر حیثی باید مسلمان باید پیشتاز باشه. ما حتی یه بحثایی داریم که ظرفیت ما رو ما باید بالا ببریم. یعنی این برای درک بعضی از مسائل ما نباید پسنده کنیم به همون متونی که ما معمولا داریم میخونیم یا همون سخنانهایی که معمولا ما میشنویم. اگر ما فراتر بریم، ما درکمون را اگر بالاتر ببریم و سطح فکرمون را اگر ما بالاتر ببریم، خیلی چیزا میتونیم ادراک کنیم. همین حالا خوب است که حالا این به اینجا کشیده شد. کلام ما یک بحثی است اخیرا من دارم تحقیق میکنم در این مورد که این بحث مسلمی است. ما عقیده راسخ داریم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی تشریف میارن و کل این دنیا حکومت میکنن. خب این بحثی است که تو روایت ما هست، همه هم معتقدیم ما و این را میدونیم که به زور حکومت نمیکنن. حکومت امام ما به زور نیست و اینا این حکومت معنی نداره که حکومت اسلامی باشه و به زور و اخیر باشه. ایشون بر قلبها حکومت میکنن، اینم مسلمه، از مسلمات اعتقادات ماست. در حالی که ما میبینیم شیعه حتی مسلمین در اقلیت هم، اکثریت مسیحی هم، اگر بگیم دوم مسلمان هم بازم اقلیت هم، یا اگر بگیم سوم مسلمان هم بازم اقلیت هم. حالا بگیم شیعه چقدر داریم ما؟
ما به مشکل ما میتونیم 4-5 تا کشور استبری اونجا اکثریت شیعه باشن، اونا اکثریت مطلق نیست، 5 تا کشور، کشور ایران است و کشور آذربایجان و یمن و بحرین و حالا بیا عراق و لبنان، این 5 تا کشور اصلا اکثریت شیعه هست، اونا اکثریت مطلق نیست همینجا، باید ایران و آذربایجان و باید اون عراق هم اکثریت مطلق نیست، اکثریت نسبی است. اگر ما قرار بکنیم خیلی ما اقلیت در اقلیتیم، خیلی اقلیتیم. حالا ما بگیم امام زمان را تخصیص بدیم به شیعیان، امام شیعیان بگیم، این اصلا معنی نخواهد داشت. یعنی امام ما بیاد بر کل دنیا حکومت بکنه در حالی که هواداران شیعه باشن فقط، این نمیتونیم ما حضم بکنیم، اینجور در نمیاد با اون حدودی که ما داریم. پس اینا باید قبول کنیم که امام وقتی که میاد با اون شیوهی که تبلیغ میکنه اکثریت دنیا قانع میشن، یعنی به معنی دیگر همه شیعه میشن، اکثریت انسانهای روی زمین باید شیعه بشن، باید قبول کنن امامتشون را. خب ما وقتی که ما تبلیغ میکنیم میریم به مناطق مختلف، چون اپروچ ما، نحوه تبلیغ ما اصلا شاید نتونیم بگیم که اسلامی باشه، یعنی 100% اسلامی باشه. چرا؟ چون ما وقتی تبلیغ میکنیم ملیت ما خودمون رو ما در نظر میگیریم، ذهنیت خودمون رو در نظر میگیریم، زبان خودمون رو در نظر میگیریم، فرهنگ خودمون رو در نظر میگیریم، بعد میریم تبلیغ میکنیم اسلام را، که اون اسلام اسلامی که پیامبر آورده نخواهد بود. ما حتی حالا هم ما میتونیم به جرأت اینو بگیم که ما با ABC اسلام رو مشکل داریم، با الفبای اسلام مشکل داریم، کما اینکه مسلمین سابق این مشکل داشتن و این مشکلات خیلی حاد بوده، عادی نبوده. حالا همین که تو روایت ما دیروز من اشاره از اون کردم که حضرت سلمان از فارس بودن و ابوذر هم از عرب، بلال هم از ایتیوپیا، از حبش، از بلک، اون سیاه، غلام سیاه، از ملیت های مختلف، از زبان‌های مختلف، از فرهنگ‌های مختلف، همه جمع شدن یک جا و خود اون عرب ها مشکل داشتن با اینا، کما اینکه هنوز هم عرب های حالیشون نشده اسلام یعنی چیه. حالا ببینید پان عرب عربیست و این کشور عربی خودشون تشکری دارن، اون تشکر خیلی قوی هستند، خیلی با هم اینن بگیم توجه ندارن ما مسلمانی و توجه بکنید به مسلمانی ما، اصلا اینا از کاری به این ندارن. شما میبینید حرفایی که اینا سیاسیون اینا حتی علمای اینا حرفایی که میزنن بوه همون ابتدای اسلام، اون عربایی که داشتن، این تعصبی که داشتن، تعصب جاهلی هنوز هم داره میده. اون زمان هم خیلی سلمان را سر به سرش میگذاشتن، سلمان هم پیر بوده و از فارس بوده، خیلی میگفتن این سلمان ایشون عجمه، این عجمه. یه وقتی ما روایت داریم که پیامبر داشت میامد اینا خیلی اذیت کرده بودن سلمان را، سلمان هم خیلی ناراحت بود. پیامبر آمد پرسید سلمان چرا ناراحتی؟ سلمان جواب داد که اینا دارن اذیت میکنن، میگن که شما فارسید، شما عجمید. پیامبر فورا گفت که نگید سلمان الفارسی، بگید سلمان المحمدی. چقدر پیامبر عظیم الشأن ما تأکید داشته که این مسائل باید خوابیده بشه. حتی ما در ابتدای اسلام آیاتی که شما بررسی میکنید در مکه نازل شده، یا در ابتدای بعد از پس از هجرت در سالهای اول آیاتی که نازل شده، ما میفهمیم به همین مسائل درگیر بوده پیامبر عظیم الشأن ما. حتی ما آیات داریم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اینی که موجب برتری شما باشه، موجب امتیاز در میان شما باشه، اون باید تقوا باشه. اینی که ما خلق کردیم شما را با یک زن، با یک مرد، بعد خلق و جعلناکم شعوبا و قبائلا، و قبائل مختلف از متعلق شما مختلف، متعلق قبیله مختلف هستید و زبان مختلف دارید، اسم مختلف دارید، رنگ مختلف دارید، این معنیش نمیشه که شما بگید که عرب برتر بر عجمه، یا فارس برتر از کرده، یا کرد برتر از فارسه، یا بگه افغانی برتره، ایرانی بهتره. این همین چیزا ما مشکل داشتیم از ابتدای اسلام. اسلام آمد که همین چیزا
از میان برداره و بگه که نه، وقتی مسلمان شدید فقط همینه، مسلمان بودن خودش اینه که این همه این چیزها را با اینکه شما توجه میکنید برای شناخت خودتون، برای معرفی خودتون، ولی اون را اهمیت نمیدید. اهمیتی که داره در اسلام تقوای شماست. اونی که بیشتر منتقیه اون مکرمتره، عزیزتره در اسلام. به همین مسائل در ابتدای اسلام هم مسلمین درگیر بودن. پیامبر عظیم شان ما خیلی تاکید داشته، حتی کسانی که از مکه هجرت میکنن به مدینه، این اولین برنامه که پیامبر تدارک میبینه، میبینه که بعد اون مهاجر و انصار، اون فکری که داشتن اینها مهاجر و انصار، مهاجر باید جدا باشن، انصار باید جدا باشن، اینا میگه که صیغه اخوت باید خونده بشه. یک مهاجر کسی که از مکه آمده، اون با کسی که در مدینه هست به عنوان انصار، باید اینا اخوی باشن، اینا صیغه اخوت خونده بشن. بعد از اینکه صیغه اخوت خوندن، حتی اینا برادر شدن، آنچه که اون انصار داشتن، چون از مدینه کسانی که هجرت کردن، آنچه که داشتن اینا ول کردن، همه چیزا، خونه و کاشان رو ترک کردن، آوردن، چیزی نداشتن، فقط به خاطر اسلام اینا رو از وطن خودشون رو ول کردن، خونه خودشون رو ول کردن، هر چیزی داشتن ول کردن، آوردن به مدینه، چیزی ندارن الان، برای امرار معاششون چیزی نداشتن. این عبد اخوات خونده شد، بعد گفتن اون انصار هر چی دارن تقسیم کنن با اون مهاجرین. اینا صادقانه تقسیم کردن، اینجوری زندگی جدید را اینا آغاز کردن. این برنامه ها به خاطر این بوده که ما بفهمیم تا آخر، ما الان بگیریم در پاکستان چه مشکلاتی داریم. این کسانی که از هند هجرت کردن بعد از پارتیشن، بعد از اینکه اینا جدا شدن، هند و پاکستان، اینا مسلمینی که در هند بودن، اینا هجرت کردن به پاکستان و هنوز هم که هنوزه، حدود 50-60 سال گذشته، هنوز ما اونجا درگیر داریم به عنوان مهاجر و به عنوان پاکستانی بومی. حتی ما مشکل داریم با سندی و با اون راولپندی و با یا پتان و با این قبایل مختلف، اینا درگیری شدیدی هم دارن، خونریزی های عجیبی هم دارن اونجا برپا میکنن. حتی پاکستان هم دارن تقریبا رو به نابودی شده و طبعا وقتی که ما خون جنگی داشته باشیم، هر کس بیار سوء استفاده کنه، اول به اون ما بگیم که مقصر اونه. وقتی که خودتون مشکل داشتید، هر کس میاد دخالت میکنه. ما وقتی خونه خودمون را درست را بیندازیم، هیچ کس نباید دخالت بکنه، کسی نمیاد دخالت بکنه. وقتی ما در داخل خونه مشکل داشته باشیم، حتما میاد بیرونی میاد دخالت میکنه. ما نباید ما این را بلیم کنیم که چرا شما آمدید دخالت کردید. این مشکل عراق هم همینه، مشکل هر جای میبینید مسلمین مشکل دارن همینه که ما خودشون را نساختن، جامعه خودشون را نساختن، دیگران میان داخل اندازی میکنند و مشکلات ایجاد میکنند. اسلام از ابتدا همین چیزا را آموزش داده به ما که شما میخواهید سربلند باشید، باید این چیزا باید حل بکنید. این مسئله اگر حل نشه، شما نمیتونید یک جامعه پایدار داشته باشید بدون حل این مسائل ابتدایی. ما هنوز که هنوز ما با همین مشکلات روبرو هستیم. حالا اینو باید قبول کنیم که امام که میان تشریف میارن، بر کل دنیا حکومت میکنن. اون اپروچی که امام داره، اون تبلیغی که امام میکنه، حتما یک تبلیغ 100% اسلامی خواهد بود و اینقدر قانع کننده خواهد بود که حتی اون کسانی که الان مسیحیان، اون کسانی که الان یهودیان، حتی اون کسانی که هندوان، کسانی که ضمیرشون پاکه، که ما میدونیم که اکثریت مردم ضمیرشون پاکه، حالا چند سیاسیون میان سوء استفاده میکنن، جامعه را مثلا جان به جان هم دیگر میاندازن، از اون استفاده میکنن، حرف دیگری، ولی شما وقتی مراجعه میکنید به آحال ملت، ملت های مختلف، ضمیرهاشون پاکه. وقتی یک پیام خوبی به اونا ارائه میدید، اونا میپذیرن. امام وقتی میاد، حرفایی که امام میزنه، اون طریقه تبلیغی که امام به کار میبره، طبعا مورد پذیرش اکثریت جامعه خواهد بود. و اکثریت جامعه که ما الان میبینیم مسیحیان، ما الان میبینیم یهودیان، ما الان میبینیم که هندوان، اونا پیرو امام خواهند بود و دنبال روی امام. ممکن ما اونا هم مشکلات داشته باشیم، ما بگیم که ممکن است ببین امام که میاد الان ما با واقعیت ما این مدونی که ما داریم در اون امام وقتی که نحوه ای که ایشون اداره میکنه جامعه را، بعضی وقتا ما چون اون روایتی که وارد شده 1400 سال پیش بوده، بر اساس درک اون زمان بوده، ما باید اون روایت را اپگرید کنیم، ما بفهمیم. حالا بیاید تمام سلاح ها از کار انداخته میشه، خب این را ما باید بفهمیم، تحلیل کنیم. یعنی چیه؟ یعنی وقتی امام میاد با شمشیر میاد، همه سلاح های موشک ها این چیزا کار نمی کنه؟
خب این که قابل پذیرش نیست که این که هیچ عقل کسی که عقل داره رو نمیپذیره. ما به این ایمان میاد یک سلاحی را ایجاد میکنه، نه اینکه خودش معجزه بکنه. اگر همه چیز معجزه باشه پیامبر عظیم الشان ما معجزه میکرد. چرا باید شب هجرت اینقدر مشکل به خود زحمت بده بره توی خواب پنهان بشه؟ خب یه معجزه میکرد، همه را نابود میکرد دیگه. چرا جنگ بعد این همه کشته دادیم، جنگ اول این همه مشکلات داشتیم، این همه جنگ هایی که پیامبر داشته؟ خب قرار نیست که این دنیای ما بر اساس همه چیز بر اساس معجزه شکل بگیره. این که قرار نیست. خدا میخواد این دنیا با سبب و مسبب با علل و عواملش این باید رن بشه، این همینطوری باید بره. این دنیا نباید همه چیز معجزه باشه. درست است که بعضی وقتا ما لازم داریم معجزه را، این معجزه که ما لازم داریم باید ما بپذیریم. خیلی تو تاریخ هم هست خیلی معجزات اتفاق افتاده، ولی 100% نباید ما متکی به معجزه باشیم. ایمان که میاد وقتی ما میگیم که تمام سلاح ها از کار انداخته میشه، یعنی دانش ما، عقل ما اینقدر رشد یافته میشه به برکت وجود ایمان که ما یه سلاحی را ایجاد میکنی که برتر از همه سلاح است. یعنی وقتی که یه سلاحی برتر از سلاح موجود باشه، یعنی همه سلاح از کار انداخته میشه دیگه. این معنی اون روایت که همه روایت ها را ما با اپگرید کنیم، باید تحلیل کنیم بر اساس اون زمانی که امام ظهور میفرمایند. وقتی امام ظهور میفرمایند ما خوب احتیاج به کسانی داریم که از نظر تکنولوژی باید خیلی بالا باشن. و ما نباید بگیم ما شیعه امام بودیم، خب ما پست‌های مهمی را باید به ما تعلق بگیره. خب ممکنه یک کسی که تو خیر نشسته الان یهودیه یا الان مسیحیه بیاد پیش امام مثل حضرت سلمان بیاد مسلمان بشه، شیعه هم بشه، امام یه پست مهمی بدن، ما حاضری بپذیریم اون را بالا سرمون باشه؟ خب این مسئله باید حل بشه. وقتی یک کسی هر کی باشه، هندو باشه، هر کی باشه، مسلمان شد، شیعه شد، همکار امام شد، وقتی یه پست بالای امام بهش دادن ما باید بپذیریم. این قدر ظرفیت ما باید بالا باشه. اگر این بالا نیست خب باید از نظر بشه. ما اینکه امام ما هر چی ما میگیم یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل العازله، ما هر بعد هر نمازی ما میگیم. حالا ما در گفتن این چقدر ما صادقیم خودش خیلی حرفه. حالا ببینید ما یک روایتی داریم که این تشنگی ما، این آتش ما اینقدر باید حاد بشه، اون وقت امام ظهور میکنه. حالا به یک مثال عرض میکنم. کسی که خونه سوخته، حالا خونه داره میسوزه، این داره در اون مشکل گیر کرده اونجا، چگونه برای کمک داد میزنه؟ میگه یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل، اینطوری میگه وقتی ما اینجور صدا میزنیم. حتما این تو نخواه اون داد میزنه، بیداد میکنه، هی میگه کمک، اینجوری ما باید صدا میزنیم که امام بیاد. از ته دل خودمون اینقدر از بس موجود ما ناراحت بشیم و بگیم که حتما ما وجود امام را میخواهیم، بدون اون نمیتونیم ما زندگیمون رو ادامه بدیم. اینجوری اگر داد بزنیم امام میاد. و ما گیوت از اون من میرفتم با تاکسی، میرفتم به جمکران، یکی از راننده های حرف خیلی جالب چوب میگفت، ولی حرف خیلی جالب بود، برای من خیلی درس بزرگی بود. اونجا دستم را زیاد بود چون اونجا خیابان میساختن، خیلی این چیزا ریخته پاش زیاد بود، خیلی دستانزاز بود. گفت یه بابا ما داریم امام زمان رو دعوت میکنیم، ما خیابان رو درست نکشیدیم، با این خیابان که امام نمیاد. یه راننده همینطوری گفت، ولی من گفتم نه این حرف خیلی درست نیست. اون خیابانهایی که ما تو دلمون کشیدیم این همواره برای امام. ما یک فرد عادی میاد چقدر ما برایش تحیه میبینیم. خود امام میاد ما چقدر ما تحیه دیدیم برای آمدن امام. خب این ما مشکلات با این همه مشکلات داریم با این چیزا که ABC اسلامه، الفبای اسلامه. وقتی این مسائل حل نشه ما انتظار آنچنانی نباید داشته باشیم که ما الاسلام و یعلو و لا یعلاله، ما از همه برتر باشیم، در حالی که ما مشکل با مشکلات اولیه روبرو هستیم. متاسفانه وقت ما بحثایی که ما شروع میکنیم و وقتایی که ما داریم اصلا نمیخونه. نمیدونم این هم یکی از مشکلات ماست که باید شاید همچنانی نباشیم مشکلات و شاید ما مشکلات داریم که در ارائه بحثا شاید ما عجله میکنیم. ما اون بحثایی که نباید شروع کنیم و شروع میکنیم نمیتونیم این را به اتمام برسانیم. در حال حرف اساسی ما اینه که در تحلیل واقعات، در تحلیل شخصیت ها و در تحلیل روایات و متون قرآن
ما باید ظرفیتمون خیلی بالا باشه. ما تا ظرفیتمون را، تا سطح فکرمون را بالا نبریم، نمیتونیم درست تحلیل بکنیم. وقتی درست تحلیل نکردیم، نتیجه اونی که ما باید بگیریم نمیتونیم بگیریم. وقتی نتیجه غلط باشه، نمیتونیم ما زندگیمون را درست و حسابی اداره کنیم. این انتظار بیجاییست که ما نتونیم روایات را درست تحلیل کنیم و بگیم که آنچه که ما داریم بهترین چیزه و خوشم باشه، دلمونم خیلی خوش باشه، بعد از سالها بفهمیم که نه، آنچه که ما کردیم غلط بوده، خدای نکرده. خب اینجور نباید باشه. البته ما به رحمانیت خداوند خیلی متکی میکنیم، به خدا توکل میکنیم، خداوند ان شاء الله همه چیز درست میکنه، ولی خب این تکلیفی که ما داریم ما باید ادا کنیم. ما باید سعی کنیم که درسی که باید از عاشورا و کربلا و کسانی که در کربلا جان خودشون را بذل کردن از اونا بگیریم، شخصیت های اونها را بشناسیم، خودمون را هم سنخ اون شخصیت ها قرار بدیم و بتونیم ما هرچه بیشتر روحیاتمون را با روحیات شهدای کربلا نزدیک کنیم. همین هنر بزرگیست و همین باید این اهداف این مراسم ما باید باشه. خداوند ان شاء الله به ما توفیق بده که ما بتونیم در تحلیل واقعیات تاریخی، در تحلیل شخصیات مهم و فهم روایات و آیات قرآنی بتونیم از ظرفیت های لازم برخوردار باشیم و هرچه این روز بگذره ما نزدیکتر به عاشورا بشیم، طبعا اون روحیاتی که ما داریم بیشتر جلال پیدا میکنیم تو این و بیشتر ما نزدیک میشیم به امام حسین و شهدای کربلا. و الحمدلله ما مدعوانی داریم ماشاءالله، اینقدر قشنگ، من خودم خیلی استفاده میکنم از ایشون، اینقدر روزه خانه میکنم، اینقدر قشنگ خوب واقعا تاریخی و مصائب امام حسین و شهدای کربلا رو بیان میکنن، واقعا من حظ میکنم و انشاءالله که خداوند قبول کنه از همه ما، انشاءالله توفیق بیشتر رو عطا کنه و انشاءالله که ما بتونیم هرچی بیشتر به اهداف اسلام نزدیکتر بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی Oh.
Şeyh Şahmeti'den almışım. Ya Rabbi.
دست مرا بگیر که آب سهل گذر مانند مرده ای متحرک شده بیا مانند مرده ای متحرک شده بیا بی تو تمام زندگیم در عدم گذر آجا بی تو ما هیچی این بیت منو دیونه کرد میخواستم که وقف تو باشم تمام حالا چی شد؟ میخواستم که وقف تو باشم تمام دنیا خلاف آنچه که میخواستم گذر دنیا خلاف آنچه که میخواستم اما چی فکر میکردم چی شد یب نظر و شرمندتم آبا جان با حضور در مجلس حسین اومدم بگم درست گناهکارم و بدم اما هنوز حسین تو دوست دارم هنوز حسین میکنم هنوز انقدر غیرت فرام مونده که محرمی سیاه بپوشم بیام تو مجلس حسین آجا مگه بدا دل ندارن مگه بدا دل ندارن دل ندارن آجان امشب توی دیار گربت جمع شدیم دورم برا گربت جد بزرگ بارتون گریه کنیم به سینه آی تیر شب و صبح یک
که سفیدی یک گلوگاه تو را گم بکنه. تیر بین دهن باز کمان نباشه میخونم هر کی هر چقدر رزشه. تیر بین دهن باز کمان مانده خودش هم به عجب اوه به رگ غیرت مردان عرب. طول قد طفل رو باب از عجب نمیدونم داداش کوچیک داری بچه کوچیک تو خونتون داری یا نه. بابا موقع خوابوندن بچه میگم بچه رو سبدشو وقتی رو متکا میخوابونی سرشو عوض کنی سر بچه شک نگیره. بچه که به دنیا میاد بدنش انعطاف پذیره نرمه مواظبش باشی بخواست که می بغلش میکنی. آه اوف به رگ غیرت مردان عرب تو لقد تن رو بابا اردشو داره اونی که لیاقتشو داره بیاد میبر. اومدن دوتا برادر بودن گفت داداش فکر میکنم حق با اون بره. گفت من مطمئنم حق با اون بره. اومدن میبرم شهیدم شدن. اما حرف من اینجاست این دفعه همه لشگر ترجم کردم حسین چی آورده این دفعه دیگه میخوان میشین. دیدن از دیر آقا گنداغ یسکر و در آقا آی لشگر شما با من جنگ دارین این بچه شیر خاره که گناهی نداره اما ترونه و کیفه یتلزا اتا شاعت شانا رفقا نمیدونم میدونی معنی تلزی یعنی چی. من از حاج آقا به حضرت میخوام دیدی این ماهی وقتی بیرون آب میفته بعد چند دقیقه فقط این لبا باز میشه به هم میخوره. ببین عرب
یه وقت دید دشگر به هم پاسیده نانجیب صدا زد هر مله مگه نمیبینی حسین داره لشکر رو به هم میزنه تو دل خیلی ها شک افتاده گفت چرا کارو تموم نمیکنی گفت پدر رو بزنم یا پسر رو گفت اگه پسر رو بزنی دیگه چیزی از پدر باقی نمیمونه مختار همه قتل کربلا جمع کرد تک تک به درک واسم کرد اما قبل درک واسم کردن تک تکشون آورد فلانی بگو ببینم چی کار کردی میگو من فلان کار کردم بعد میکشتش نوبت رسید به ارمله خدا رحمتت ببینم نانجیب تو چی کار کردی آیا شد جایی تو کربلا دلت برا حسین بسوزه گفت اگه بگم جونم در امانه گفت بگی نگی میکشمه گفت پس بگم دلت و آتیش میزنه گفت وقتی من تیر رو زدم دیدم حسین راهشو کج کرد طرف نگاه داشت دیدم حسین یه قدم جلو میره یه قدم بر میگرده عقب بابا مرد باید غیرت داشته باشه به خدا خیلی سخته بچه زنده رو گرفته از روباب چی در میده روباب بده راهش رو کش کرد رفت پشت خیام با قلاب شمشیر یه قبر کوچیک مشغول این کار از سویدای دلت ناله بزن یا